حضرت سعدی در گلستان می‌فرمایند که یک درویشی بود که خیلی دوست داشت صاحب فرزند بشه و فرزند پسر رو هم خیلی دوست داشت و مدت‌ها بود که در واقع خانومش باردار نمی‌شد. نذر و نیاز کرد که اگر من صاحب فرزند بشم و فرزند من هم پسر باشه، من بجز جامه‌ای که بر تن دارم هر آنچه که در زندگی دارم و نذر سایر درویشان می‌کنم. دست بر قضا سالیان سال گذشت و این درویش صاحب فرزند شد و صاحب فرزند پسر هم شد. بسیار به درگاه خدا نذر و نیاز کرده بود برای اینکه این اتفاق برای اون درویش بیفته. اون شخصی که در واقع این حکایت رو تعریف میکنه میگه که من چند سالی از اون شهر رفتم و وقتی برگشتم به اون شهر سراغ این دوست درویشمون رو گرفتم که حالش چجوریه، چه اتفاقی براش افتاده. گفتن که این شخص در زندانه، در زندان حکومت هست. و گفت که چی شده که در زندانه؟ گفت که فرزندش خمر خورده و در حالت مستی یک نفر رو کشته و متواری شده و به جای اون پدرش رو گرفتن و در زندان کردند. و اون فرد گفت که این رو خودش به حاجت و به نیاز از درگاه خدا طلب کرده بود و خدا هم این حاجتش رو بهش داد. حکایت خیلی از ما هم این روزها همین هست که به چیزهای در زندگی بسیار وابسته هستیم و میخوایم به شدت از خدا با زاری و گریه حتی که اون رو به ما بده و در صورتی که هنوز ظرفیت داشتن اون خواستمون و اون آرزومون رو هنوز پیدا نکردیم که اگه بهمون بدن باعث دردسر، باعث بدبختی ما میشه تا باعث خوشبختی ما. خیلی از افراد به دنبال داشتن فرزند هستن ولی هنوز ظرفیت داشتن فرزند رو پیدا نکردند و این رو به زور از خدا میخوان و اگر خدا بهشون بده باعث بدبختی های بیشترشون میشه و از لطف خداوند هست که به بسیاری از زن و شوهرهایی که فرزنددار نمیشن خدا فرزند نمیده. خیلی ها ثروت زیاد از خدا میخوان، ماشین و خونه میخوان و خدا بهشون نمیده به خاطر اینکه هنوز ظرفیتش رو پیدا نکردن. پس اگر خواسته ای از خدا داریم اول ببینیم ظرفیتش در درونمون به وجود اومده یا نه. اگه اینو به ما بدن آیا باعث فخر فروشی ما میشه، باعث تفاخر ما نسبت به دیگران میشه یا باعث در واقع متانت بیشتر ما در زندگی میشه؟ برای رضای خدا میخوایم خواستمون رو برای نفس خودمون؟ به این موضوعات باید فکر بکنیم و بدونیم که هر آنچه که خدا به ما میده نعمته و هر آنچه که به ما نمیده مطمئن باشید که حکمته، که اگر به ما میداد شاید خیلی بدتر از این میشد.